سراغ خشکی مو هم سرد است و هم خوش استخان قزروف سیستم اعصاب و نهایتا پوست اینجا در رابطه با مزاج فصلها سال و تغییرات سن انسان میخوایم صحبت بکنیم بله همواره سن و مزاج با هم رابطه دارند و بسیار بسیار هم اهمیت این مسئله دوره طفولیت در طب سنتی تعریفش میشه گرم و تر گرم و تر فصل بهار است بهار هم بارندگی زمستان را دارد و هم حرارت را نهایتا یک طفل شما اگه تو خونه داشته باشید نگاه میکنید ببینید این بچه میدوه 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 میخوره زمین با اون سرعتی که میخوره زمین حالا ممکن یکم گریه کنه بلند میشه یکم میتکونیده شما شروع میکنه بعد دو دقیقه دوباره دویدن که حالت عادی بزرگ سال اگه همون شدت بخوره زمینی اتفاق و از واسهش پیش نمیاد تا چند روز درگیری داره یا مثلا بچه کوچیکار نگاه میکنید میبینید مثلا تو زمستون اینا پتر که میندزن اون و اصلا حالیشون نیست سردی چون بدن انسان در این, ف... در این برهه باید بیفته تو رشد روشت. رشدم یعنی بهار یعنی گرما و تری تر از تازگی میاد گرما از انرژی میاد و این وجود داره برای تمام اطفال میریم سراغ جوانی در جوانی عزیزان به اعتدال شروع میکنه رسیدن یعنی حرارت شروع میکنه نسبت به طفل کمتر میشه رطوبت و تری نسبت به طفل کمتر میشه ولی هنوز حالت گرمی و نشاط و تر بودن رو تا حدودی در خودش حفظ میکنه در دوره بزرگسالی ما آرام آرام گرمای بدنمون کمتر میشه و همچنین خشکی بر بدن ما خودش رو نشون میده دوره میان سالی دوره است که ما کم کم میبینیم گرما دیگه خیلی جاها مثلا تو قوای جنسی خیلی خیلی ملایم تر میشه و تری و سردی جای خودش رو داره به گرمی یعنی داره سردی داره جای گرمی رو آرام آرام میگیره بیشتر انسان اون موقع به تفکر فرو میره از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا می و آخر و نهایتا فکرهای مختلف آینده و من بعدم که پیر شدم چه اتفاق می افته و فکرهای مختلف تو این دسته دیگه از سن 45 سالگی معمولا به سراغ انسان میاد و هر کاری که تو دوره جوانی میتونسته بکنه به شدت نمیتونه بکنه البته تعریف ما هنوز دوره جوانی است ولی میبینیم که نسبت به دوره جوانی گرما کمتر میشه و سرما خودش رو میده نهایتا در سن حدودا 55 و پنج تا شست و پنج سالگی سردی بیشتر داره خودش رو نمود میکنه معمولا کسایی که تیپشون دم بوده تبدیل میشن به بلغم و کسانی که طبیعتشون صفرا بوده تبدیل میشن آرام آرام به حالت سودایی میبینید که بیشتر رو پیدا میکنید به لباس های گرم پوشیدن باید یکم مراقب راه رفتنتون باشید خیلی سرعت با سرعت نمیتونی دیگه جا خودت بلند شی خیلی حرکات رو دیگه نمیتونی بکنی توی قوای جنسیت یه مقداری ضعیفتر عمل میشه خیلی از ناراحتی ها مثل قند و چربی و فشار و اینها به خاطر افزایش سن به خاطر کاهش عملکرد سلول ها و قدد درون ریز کمتر میشه سر مشکلات به وجود میاد و ارزم به خدمتتون در سن معمولا 65 به بعد ما سن دیگه میریم به سمت پیری البته ما 70 رو میگیریم 70 سال دیگه سن پیری محسوب میشه نهایتاً خیلی اتفاقا میفته مثلا هورمون جوانی دیگه اون موقع نیست شما کسایی که سنشون پیر رفتن تو این سن میبینه خیلی زود بیدار میشن از خواب و خیلی سردشونه قوای جنسیشون فوق العاده فوق کم میشه و مشکلات سردی بر بدن اونها بیشتر حاکم میشه این قانون برای تمامه ارز کردن برای شما برای تمام سنها هست یعنی صفرا نهایتا تبدیل میشه به سودا نه از نوع نه از جنس بیماری ها اینو بهتون بگم از جنس بیماری ها که ما میگیم سودا بیماری سوداوی یه موقع میگیم نه سودای هست تو داره زندگیشو میکنه ببینید موی سیاه علامت موی سیاه تبدیل میشه به موی سفید یه مقداری پی جای خودش یعنی ازولا تبدیل میشه به پی یا استخوان یا پی آب میشه توی سفرا تبدیل میشه ازولا توی سفرا آب میشه تبدیل میشه به اصلا هیچی یعنی میشه سودا استخانی میشه طرف و نهایتا کلن دیگه سردی بر بدن حاکم میشه این از داستان مزاجی ارزم به خدمت شما زندگی ما آدم ها. <applause> اما میریم سراغ آشنایی با شدت یعنی درجه و مزاج خوراکی ها. از من این رو در کتاب کلیات طب سنتی کامل توضیح دادم و این کتاب کلیات طب سنتی رو بخش های عظیمش رو من اختصاص دادم به قشنگ کامل نوشتم خوراکی ها رو تقسیم بندی کردم گوشت و لبنیات و میوه ها و سبزیجات و همه چیزا رو کاملا درجاتش رو توضیح دادم مصلحاتش رو گفتم و اینجا تو این بحث من برای شما کلا درجات رو میخوام توضیح بدم که متوجه بشید وقتی دارید کتاب های تردیشنال مدسینی مثلا تو کتاب قانون وقتی مثلا میگه فلان گیاه درجه اول مثلا خشک درجه سوم مثلا گرمه یعنی چی؟ اینو برای شما اینجا توضیحاتش رو میدم خب ببینید خوراکی ها طبیعتا یا گرم هستند یا سرد هستند یا یا تر و خشکی و اینا طبیعتا هست این طبیعت یک خوراکی هست ولی درجاتی رو هم در طب سنتی ما اختصاص میدیم به خوراکی. خوراکی ها از حالت اعتدال یعنی شما هر خوراکی که معتدل باشه شما به مقدار زیاد میتونید مصرف بکنید و بدن شما رو متاثر نمیکنه یعنی اذیت نمیکنه بدن شما رو هرچه درجات به سمت اعتدال باشد این خوراکی متاثر کننده بدن شما نیست و هرچه درجات به سمت چهار باشه بره به سمت برانگیختگی بدن شما رو اذیت میکنه و مقدار کمیش رو میتونید استفاده کنید پس در طب سنتی خوراکی ها به طبیعت درجه و ریز درجه یعنی انقدر تردیشنال مدیسین ریز برخورد میکنه تو تقضیه که ما حتی درجات رو تا سه قسمت قرار میدیم درجه یک اول درجه یک وسط یا دوم تو بعضی رفرنس ها و درجه آخر حتی سیم آخر هم می نویسن. در سیم اول سیم دوم سیم مثلا می نویسن اینو که حالا توضیحات میدیم ابتدا میریم سراغ درجه های گرم رو من بعضی از خوراکی ها رو برای شما انتخاب کردم که براتون اینجا توضیحش رو میدم مثال اینه که مثلا شما نگاه کنید اونایی که گرم هستن طبیعت گرم رو بررسی میکنیم حالا طبیعت گرم خودش درجه اول مثلا کره کره درجه یک هست و گرمه یعنی گرمای کره اذیت کننده شما نیست گوساله مصرف گوشت گوساله طبیعتا گرم رو به اعتدال است پس گوشت گوساله سرد نیست مثل گاو گوشت گاو سرد گوشت گوساله معتدل است یعنی درجه یک مثلا شما مثالی که من میزنم شترمرغ رو نگاه کنید درجه شترمرغ درجه آخره یعنی درجه چهار سیم آخر یا ریز درجه آخر شترمرغ و شتر در اون ناحیه قرار میگیره وقتی شما با گوشت گوسفند مقایسهش میکنید وقتی خودتون هم میچشید و میخورید دقیقا تفاوتش رو متوجه میشید ما گوسفند رو نوشتیم درجه یک روب نزدیک به اطلاع ولی گوشت شطور رو نوشتیم کجا؟ درجه آخر درجه چار آخرین درجه شه. پس گرمای گوشت شطور به مراتب بالاتر است از گوشت گوسفند. مثلا هل و میخک و زنجفیلن رو درجه سه هست درجات وقتی که ما این ببینید تو تب سنتی درجات و ریز قرار میده شما خیلی قشنگ میتونید حتی تفاوت ها رو بدونی که بخوای بخوری مثلا روی یکیش امتحان میکنه وقتی متوجه شدی دیگه تا آخرش میری جلو وقت تو کتاب کلیات من کامل اینا رو براتون هر کدومش رو نوشتم میریم سراغ سردها بعضی ها رو انتخاب کردم میگم براتون برای اینکه توجیه بشید عزیزان براتون اووردم مثلا اینجا شما نگاه کنید سرکنگبین و ترنجبین رو ببینید درجه طبیعتی سرده ولی درجه یک اول سرکنگبین یعنی خنک کننده است ترنجبین خنک کننده است کاسنی خنک کننده محسوب میشه ولی شما مثلا کافور رو نگاه بکن کافور درجه سه رو به آخره یعنی درجه سه ریز درجه آخر یا سیم آخر پس تفاوتی که اینها دید. یا مثلا سرکی سنتی سرکی سنتی تفاوتش با سرکی صنعتی رو عزیزان من توی یه فیلمی کامل براتون توی دو قسمت بحث سرکه ها رو و سرکنگبین ها روی چند تا فیلم براتون توضیح دادم میتونید برید سرچ کنید ببینید حالا تفاوت سرکه سنتی ببینید تو سرکه سنتی اعتدال بیشتره درجه دور شما میبینید توی سیم اول و سیم وسط داره در صورت که تو سرکه های صنعتی درجه سه یعنی به حالت برانگیختگی و اسیدیتش خیلی بیشتره اینم به خاطر اینکه سرکه های سنتی مواد زمان برش اعمال شده و آرام آرام باکتری ها اومدن چکار کردن؟ مخمرها باکتری ها اومدن سرکه رو تولید کردن برای همین اعتدالش بهتر شده حزم بهتری داره بد، ب... کمتر بدن رو متأثر میکنه و اذیت میکنه این هم از این بحث میریم سراغ تری تری یعنی چی؟ یعنی هر چی که شما نگاه میکنید تریش بیشتر باشه ببینید مثلا گلاب گندم رو در نظر بگیرید گل رو در نظر بگیرید لبنیاتو لبنیاتی که شما میگید مقا بلغمزا هست این درجه یک او اول سیمه مقدار زیاد مصرف دوغ و ماست بلغمت رو تشدید میکنه و یعنی تری رو تو بدنت بیشتر میکنه ولی وقتی میاد نگاه میکنیم ببینید مثلا پیاز برانگیختگی تریش خیلی بیشتره تا اونها که دارم براتون میگم آره چیزای جالبیه که میتونید بهش نگاه بکنید با دید دیتری ف... که با ستون توضیح دادم مثلا اینجا بحث خشکی رو بگم بهتون ببینید مثلا توی بحث خشکی مصرف خروس گوشت خروس کبوتر تخم ماهی اردک بلدرچین گاو گوشت گاو دل و قلبه و شطور و اینا اینا تماما به رو به اعتدال خوش هستن یعنی خوشیشون ملایمه خوشیشون از نوع لطیفه ولی مثلا نگاه کنید ببینید خردل و فلفل و بادام هندی ببینید درجه چهار رو به آخر سیم ما فلفل رو داریم خشکیش رو پس خشکانندگیش خیلی قوی سیر رو میبینید اینجا که مثلا چرا مثلا تو, شهرهایی که رطوبت زیاده سیر زیاد مصرف میکنند به خاطر اینکه رطوبت رو میگیره سیر مثلا تو استان اصفهان اگر سیر بخورن هم گوش بیشتر متساعد میشه و هم اصلا برانگیختگی ایجاد میکنه براش چون استان اصفهان طبیعتا چی خشکه ولی مثلا جایی مثل شمال کشور مردم عزیز شمالمون وقتی که سیر استفاده میکنند یا مثلا بوشهر عزیز ما یا به هر حال شهرهای بندری که رطوبت اونجا بیشتره شما نگاه میکنید اصلا باید جز بیس رژیم غذایی سیر باشه بعد بعضی پا میشن مثلا میان حالا من اصفهان هستم میرن مثلا یه جای دیگه میرن مثلا شما بعد خوششون میاد میرن اینا همیشه سیر میخورن شروع میکنن سیر خوردن بعد یه مدت بدنشون خشکیده شده یه مثلی ناراحتی برایشون برشون اعمال شده خب چرا؟ به خاطر اینکه شما باید رژیم غذایی رو بر اساس محیطی استفاده بکنی که درش زندگی میکنی این هم درجات اما چگونگی ساخته شدن اخلاط بدن اینکه ما میگیم سفرا، سودا، بلغم، دم داستان به وجود تردیشنال مدسین روی دستگاه گوارش براتون کامل توضیح میدیم من اول برای شما این چارت رو کامل بکنم که بله ببینید خوراکی که شما میخورید از نظر دیدگاه ترادیشنال مدسین میاد داخل معده شما و یک حزم اولیه درش به وجود میاد این حزم اولیه که در معده به وجود میاد رو ما بهش میگیم یعنی اون ماده ای که درست میشه بهش میگیم کیلوسه معدی این خلط کیلوس مدی توسط عروق مزانتریک یا در طب به سنتی به نام عروق ماساریقا شما کتابهای های چیز بخونید مطالعه داشته باشید به اونا نوشتن عروق ماساریقا همین رگ های آبی رنگی که شما دقیقا میبینید روده ها رو گرفته وارد ورید پورت کبدی میشه غذاها رو در واقع همون کیلوس معدی رو میگیره و از طریق ورید پورت کبدی وارد کبدش میکنه در کبد حزمی به وجود میاد عزیزان به نام حزم سانویه و و نهایتا ماده به وجود میاد به نام کیموس کبدی پس نهایتا از خوراکی در حزم اولیه کیلوس معدی و نهایتا در حزم ثانویه که در کبد به وجود میاد ماده ای به وجود میاد به نام کیموس اینجا ما یک اصطلاح کلمه ای رو داریم به نام نزج یا پختگی در واقع از نظر ترادیشنال مدسین آشپزخانه بدن ما انسان ها کبده پس فرایند نزج تولید اخلاط در داخل کبد صورت میگیره این کیموس کبدی در حرارت اولیه یعنی اولین حرارتی که بهش میخوره عمل نز درش به وجود میاد و خلط بلغم تولید میشه این خلط بلغم مقداری از خلط بلغم میاد و به استفاده ی اندامانی میرسد که در آن باید بلغم حضور داشته باشه مثل پیه و دنبه و لیپیدها و اینها در واقع مثلا شما وقتی میخواید بشینید با سنتون باید جنسش پی باشه وقتی میشینید نرم باشه استخونتون اذیت نشه یا مثلا مغز شما چی جنسش لیپیدیه چربیه خب باید باشه پس این بلغم به مصرف اندامانی میرسه که باید بلغم درش باشد یک دومی کاری که میکنه بلغم بلغم خلطیست نگهدارنده بدن و جلوگیری میکنه از حرارت بیش از حد این این مقدار میاد تو سیستم بدن قرار میگیره مقداری از خلط بلغم در کبد در حرارت معتدل قرار میگیره و تبدیل میشه به دم یا خون این خون مجددا وارد سیستم بدن ما میشه برای اندامانی به کار برده میشه که, تولید، که احتیاج داشته باشن مثل خون، مثل گوشت، مثل ازولات، مثل اندامهای بدن متوجه شدید عزیزان مقداری از اون میاد داخل اندامان و مقداری از اون برش باز حرارتی اعمال میشود و تبدیل به صفرای زرد یا صفرای نارس می شود صفرا عزیزان در بدن ما انسان ها کارش به عنوان محلله یعنی حل کننده است حل کننده بلغمه چربی ها را میز ضد زد بلغم و چربی سوزه و در کیسه صفرا ذخیره میشه و خب خودتون هم میدونه دیگه تو طب کلاسیک میاد چیکار میکنه تو طب کلاسیک نمک های صفراوی میاد و چربی ها رو هضم میکنه نهایتا مقداری از صفرای نارس با حرارت بیشتری در داخل کبد میماند و حرارت بیشتری میگیره و تبدیل میشه به صفرای سبز یا سفرای رسیده باز سفرای سبز هم همین حالت رو داره اضافیش مادامش تو مرتبه میز داخل کیسه سفرا و همون خواصی که بهتون گفتم نهایتا سفرای اضافی حرارتی بیشتری میگیره و تبدیل میشه به سودا که ما بهش میگیم همون سفرای سیاه یا سودا این سودا اضافیش میاد به تقضیه اندامانی میرسد که اینها خواستگاه سودا هستند مثل پوست مو استخون سفتی و قوام جسم بدن ما را همان سودا هست. یعنی سودا باید باشه کسی بیاد بگه آقا من سودا میخوام بنسم همچین چیزی نیست سودا جزو اخلاط چارگانه ای که باید وجود داشته باشه عزیزان سودای اضافی در تحال از دیدگاه طب سنتی و ترادیشنال مدیسین ذخیره میشه پس ببینید عزیزان یه دور دیگه وقتی نگاه میکنید میبینید این کیموس کبدی که برگرفته شده بود از کیلوس مدی و خوراکی که بود اومد و این حرارت ها رو نگاه پشت سر هم اول حرارت کم بود تبدیل شد به بلغم یه حرارت دیگه که بخوره تبدیل میشه به دم حرارت بعدی بخوره میشه پس اینجا شما یه چیزایی دارید متوجه میشید ببینید هرچی کبد شما گرمتر بشه و کبد شما داغتر بشه تو تولید سودا نقشه به سزایی و هرچی سردتر بشه چربتر بشه تو بلغمزا شدن به بدنتون کمک میکنه این با اینا نتایجی که باید حالا باز دوباره چی چی متوجه میشید از این مبحث شما بلافاصله بعد از خوردن غذا اگه عادت بکنه بدنت بخوابه شما دقیقا حرارت و تو هنگام خواب حرارت بدن کم میشه نهایتا بدنت میل پیدا میکنه به بلغمزایی حرارت بدنت کم میشه حرارت کبدت میاد پایین و تمام اون کیموس کبدی چی میشه؟ تبدیل میشه به بلغم و بلغم مقدار زیادش انباشته میشه تو بدن میشه چربی های زیر جلدی و داستان ها حالا کسایی که میرن بدنسازی میرن ورزش میکنن این چربیشون این بلغمشون که قرار تبدیل بشه به چربی تبدیل میشه به دم در واقع چربی رو تبدیل میکنن به چی عزیزان؟ ازوله از و کسایی که بدنشون گرمه آتیشه خب اگه از حرارت بدنشون کم نکنند این همش تبدیل میشه به صفرا و اگر صفرا رو همینطور بهش اهمیت ندن سودا میشه بدنشون این نکته که خیلی مهمه و این رو بدونی که تو کبد ما تمام این مراحل انجام میشه نمیتونیم بگیم که ما مثلا همش سردی بکن سردش بکنیم که از هم اول بشه برقم نه سودا رو میده ولی مقدار اینها کم و زیاد میشه پس نزج و پختگی که در کبد وجود داره این اثباتش ما داریم میکنیم اینجا که این اتفاقات در بدن انسان میفته و تمامش اثبات شده و هیچ مو در از این مسائل اما فلسفه به وجود آمدن ناراحتیها ها از دیدگاه طب مزاجی خب چی میشه که بیماری مزاجی به وجود من تو کتاب کلیات نوشتم سر کلاسام میگم همیشه ببینید عزیزان ناراحتی ها و بیماری ها رو تفکیک کنید بعضی بیماری ها ناراحتی ها مربوط میشن به فیزیولوژیکی بدن بعضی ها تبدیل میشن به بیماری های ویروسی عوامل پاتوژنیکی قارچی مخمری ویروسی باکتریایی بعضی ها تبدیل میشن بعضی چیزاش مزاجیه پس هر بیماری که میبینید از راه نرید سراغ درمان با مزاج بعضی وقتا کاملا درمان با مزاج بعض وقتا درمان با مزاج جزو جز درمان درمان‌های تکمیل کننده محسوب میشه پس این رو شما با مطالعات بیشتر میتونید بهش پی ببرید اما عادت غلط تغذیه مصرف مدام غذاهای رادیول کیموس نزج بد این سه تا عامل باعث ایجاد سوء مزاج یک خلط میشه سوء مزاج و سوخته شدن بیش از حد یک خلط یا مخلوط شدن چند تا خلط با هم که اینا بحث تخصصی تره ببینید عزیزان عادت غلط تغذیه غلط تغذیه عادتش غلط باشه یعنی رژیم غذایی اشتباه من با یه غذای بزرگ شدم میرم یه جای فکر میکنم غذای اونا خیلی بهتره یه مدت شروع میکنم غذای اونها رو انجام میدم نگاه میکنه ببینید چند ما بعد یه بیماری ناراحتی مزاجی حادث میشه مثالش ساده است یه مثال خیلی ساده میزنم که همه متوجه بشه مثلا پا میشم میرم آبادان میبینم غذای تند دارن میخورن من خوشم میاد و میام توی محله خودم مثلا اصفهان شروع میکنم تندی خوردن بیش از حد خب این تندی خوردن بیش از حد باعث میشه که هموروید بواسیر شقاق این مشکلات رو صد درصد بگیرم چرا اونا نمیگیرن؟ اونا عادت غذایشون اینجوری بوده عادت غذایی غلط و حالا حالا عادت غذایی یه حالتی که اونا عادت غذایی برای اون شهر درسته برای شهری که تو توش زندگی میکنه غلطه متوجه شدی اینجوری میتونیم تعریفش رو بکنیم یا مثلا مصرف دی... یه دیوان آب سرد بلا فاصله بعد از غذا خب به غیر از اینکه سوء حازمه بهت میده که کاری باهاش نداریم کبدتو سرد میکنه شما تو بحث آناتومیک وقتی که کبد رو نگاه کنیم میبینید کبد که از سلوبه یه لبش قشنگ تا یه حدود روی مری قرار گرفته یعنی شما وقتی آب سرد میخوری حرارت کبد رو در دم سرد کردی وقتی که سرد میکنی کبد چرب میشه این میشه عادت غلط یعنی لیب... یعنی پارچه آب بیاری سر سفره بذاری خب اگه این کار رو نکنی کم کم بچه ها هم عادت میکنن و یاد میگیرن که در هنگام مصرف غذا از آب سرد استفاده نکنن و خیلی چیزایی که حالا من حضور زن ممکنه نداشته باشم مصرف مدام غذاهای های کیموس یا فاسدولکیموس اینو تو کتاب کلیات طب سنتی کامل توضیح دادم براتون غذاهای رادیول کیموس یا فاسدول کیموس غذاهایی هستند که اینها خلط بد تولید میکنن تو بدن عزیزان و خلط بد وقتی که تولید بشه داخل بدن نهایتا بیماری حادث میشه مثال مثلا نان فتیر و نان جید نان جید نانیه که شما مثلا میای و به خمیرت اجازه میدی که کامل این مخمرت اینو حزمش کنه به میگن نان جید یعنی حزم اولی داخل مخمر انجام میشه حزم ثانویه به عنوان نون ما میخوریم وقتی این نون شما میخوریم اینه آرامی یعنی هیچ مشکلی تو نداری خیلی حزم خوبی داری روش و خلط خوبی هم تولید میکنه ولی نان فتیر نان فتیر نانی که اون فردی که داره نونو میپزه حالی یک فرد ناآگاه ما تمام انسان انسانهای بسیار شریف مردمان بسیار شریف نازنین و نازنینی و زحمتکش هستن ما کسی رو نمیگیم اون فردی که بلد نیست اشتباه بلد میاد از راه که میرسه میاد جوش شیرین رو زیاد میگیره که زود عمل فکر میکنه مثل بریده میشه اون فکر میکنه عمل تخمیر تخمیری نیست بریده شدنه یا مثلا میاد مخمه رو میخرن مقدار زیادتری رو بهش اضافه میکنن به آرد و خمیر که زودتر این ور بیاد یعنی زمان بهش نمیدن در واقع حضر سانوی فوقلاده کم صورت میگیره نهایتا این نون نون فتیر بهش میگن نونی که به مرور زمان خلط بد تولید میکن مثلا گوشت گاو رادیول کیموسه این گوشت گاو به مقدار زیاد و دائم مصرف کردنش خلط بد تولید و بیماری حادث میشه اینا رو من کلی توضیح دادم تو کتاب کلیات میتونید بگیرید نگاه ببینید بخونید